سلام دوستان با آموزش مدیریت پروژه و نرم افزار آفیس پروژه در خدمتتون هستیم در جلسه قبل در مورد تخمین هزینه ها با هم گفتگو کرده بودیم در این جلسه میخوایم در مورد بودجه بندی با هم صحبت کنیم خب به طور کلی بودجه بندی یعنی تجمیه هزینه های ف... هر یک از فعالیت ها خب یعنی من واسه هر یک از فعالیت هم چقدر هزینه باید بکنم که توی جلسه قبل گفتیم چه جوری برآورد میشه و وقتی که اونها رو جمع ببندم میدونم که واسه پروژه هم چقدر باید بودجه آماده کنم و سرمایه آماده کنم فقط باید این نکته رو در نظر بگیریم که هزینه ها باید قبلا مورد تایید قرار بگیرن که آقا من میخوام این کار رو این فعالیت رو با این مقدار هزینه انجام بدم خب کجا اهمیت پیدا میکنه بر فرض مثال دارین یه خونه میسازین یه وام همون میخوایم بگیریم که خیلی لوکسه و قبلا تایید اونم نگرفتیم و وقتی که این هزینه رو بخوایم بکنیم خب سرمایه میگه می چه خبره از کجا اما از قبل اگر تعریف کرده باشیم که ما داریم یه آپارتمان لوکس میسازیم و باید یک وام لوکس یک وام همون لوکس باسه اون قرار بدیم اون وقتی که مشکلی نیست پس تایید هزینه ها خیلی اهمیت پیدا میکنه حالا چرا ما بودجه بندی رو انجام میدیم یکی از مهمترین دلایل اون این هستش که ما بگیم در چه زمانی چقدر سرمایه باید داشته باشیم و چقدر سرمایه گذاری باید بکنیم که همه اینو وابسته به سرمایه گذاری ما هستش اگر سرمایه اون آماده نباشه نمیتونیم منابعی که میخوایم رو توی زمان مناسب آماده کنیم پس منابعی که میخوایم تجهیزاتی که میخوایم همه اینا بستگی به مهیا بودن سرمایه ما داره مهمترین علتی که به نظر من واسه بودجه بندی واقعیت داره این هستش دومین اهمیت اون روند پیشرفت پروژه است که از تکنیک ارن ولیو ما استفاده میکنیم و میتونیم روند پیشرفت پروژه رو از طریق اون و از طریق ثابت کردن یک خطکش تعریف کنیم که چقدر در پروژه پیشرفت کرد خب برای بودجه بندی شش بخش اطلاعاتی وجود داره که با هم دیگه اونا رو اولین قسمتش تخمین هزینه ها که و تهیه نمودار سی که با هم گفته بود کرده بودیم که نمودار سی بی اس کاست از طریق تجمیع هزینه هر یک از فعالیت ها به دست میاد که ما قبلا تخمین زده بودیم بعد مبنای برآوردها هستش مبنای برآوردها یعنی سندی که جزئیات مربوط به تخمین رو واسه ما میگه و محدودیت هایی که داریم سطح اطمینان یعنی چقدر بیشتر در نظر گرفتیم اون تخمینی که زده بودیم و موارد کنیم یعنی به ازای هر یک از این فعالیت ها ما یه دونه سند باید داشته باشن که بگم چرا اینقدر هزینه میبره و چه چیزهایی لازم دارن واسه اون یه سری هم مبنای محدود هستش که محدودیت های موجود برای سرمایه‌گذاری و رو میاد میگه میگه آقا من واسه این پول نقد ندارم و بعد اینقدر مثلا وام بگیرم یه سری محدودیت‌های دولتی با سه سرمایه گذاری تو این زمینه دارم اونا رو باید مشخص کنم و از قبل بدونم که چی هستش و یا یعنی میرسیم تازه اونجایی که میخوایم سرمایه گذاری کنیم پول نداریم و حالا یکی دو سال بعد پروژه‌مون بخوابه و خواب سرمایه‌مون هم همینطوری بره بالا زمانبندی پروژه هستش چرا چون من باید تعریف کنم تو چه بازه زمانی چه مقدار پول لازم دارم اگه این زمان من باشه من تو اینجا باید انقدر پول آماده کنم تو اینجا هم انقدر پول آماده کنم خود تو این فاصله زمانی باید بیفتم دنبال پولم که چقدر پول آماده باشه وام بگیرم و کارای دیگه یه سری هم منابع هستش که باید از اون استفاده بشه تقویم منابع به این هستش که من مثلا اینقدر سیمان لازم دارم اینقدر مثلا این جر رو روزا فلان چیز رو لازم دارم و اینا انقدر هزینه میبره و اگر به فلانی الان پولشو ندم خب آماده نمیشه نمیاد کار بکنه باید اول پولش رو بدم یا اول کارشو میکنه بعد پولشو بدم وقتی این تقویم منابع واسه ما مهم هستش که مخصوصا وقتی که با تمین کننده دارم صحبت میکنم اینقدر مبلغ و اول بدم اینقدر رو وسطش بدم پس اینا هم باسه من خیلی اهمیت پیدا میکنه که با بودجه بندیم رو انجام بدم و قراردادها ها ها اهمیتش اینجا هستش که در واقع بر اساس این من دارم به یک منبع یا یک حالا تامین کننده پول میدم من اول قرارداد باش میبندم و میگم آقا اینقدر پول به تو میدم و اینقدر هم بیشتر بهت نمیدم حالا اگر تشویقی بخوام بدم تخفیفی بخوام بگیرم و غیره تو همه این قرارداد تو این همه این تو قرارداد من مشخص میشه پس من از این اطلاعات استفاده میکنم بس اینکه بودجه بندیم رو آماده کنم و بگم که چقدر سرمایه لازم دارم تو چه بازه زمانی با سرمایه آماده کنم به چه کسانی و چه افرادی و چه حالا سازمان هایی باید پول بدم و محدودیت هام چیه و کجا وام و چقدر زمان لازم دارم که وام بگیرم چقدر وام باید بگیرم و غیره خب بعد اینکه بودجه بندی انجام شد ما میایم یه تایم شیتی تهیه کنیم یا یعنی نمودار گانتی تهیه و خب تعریف می‌کنیم که آقا تو این تاریخ اینقدر پول باید آماده باشه به فلان کس باید بدیم من ای میذارم خب تو این تاریخ اینقدر پول باید آماده باشه وام میخوام بگیرم به فلان کس قرار بدم فلان کس و خب به این تایم شیتمون که تهیه میشه من میتونم جمع رو به موقع آماده کنم و باعث نشم که پروژم بخوابه یه نموداری دیگه هم هست که تجمع اونها رو من به دست میارم تو مثلا این صفر پروژه من باشه خب و همینطور که زمان میره جلو من اینقدر سرمایه لازم دارم توی مرحله اول اینقدر دلار یا اینقدر تومن باید هزینه کنم تو مرحله بعد جمع میشه با اون مثلا اینقدر دیگه باید بهش اضافه بشه تو این زمان اینقدر هزینه کنم و تا آخر که پروژه من تموم میشه و در کل انقدر پول سرمایه گذاری کردم خب این نمودار به من میتونه بگه که تو چه بازه زمانی کمک میکنه چه مقدار سرمایه گذاری ها رو میتونم انجام بدم و تفکیک کنم که چقدر پول و چقدر سرمایه باید آماده کنم تو زمان خب بودجه بندی یکی از بحث خیلی مهمی هستش که واقعا تو ردای بالا البته کارشناسا و تخمین هزینه ها رو انجام میدم و پیشنهادات میدم و تصمیم گیری سرمایه گذاری باید تو ردای بالا که انجام بشه که بگن کی پول و که چقدر سرمایه از کجا باید تامین بشه و خیلی اهمیت داره ممنون توجهی که کردین در جلسه بعد وارد MSP میشیم خب ام به این دقت خب نمی تخمین بزنیم و بودجه بندی کنیم و اینا باید ها رو از قبل زده باشیم و به هر باکس بگیم که چقدر سرمایه گذاری میخوایم بکنیم و از طریق نمودارهایی که به ما میده میتونیم تصمیم گیری رو انجام بدیم در واقع یک نرم افزار کامل مدیریت هزینه نیست اما در این زمینه کمک میکنه و در مورد کنترل پروژمون وقتی که هزینه رو وارد کرده باشیم کمکمون میکنه ممنون از توجهی که کردین امیدوارم موفق